از آرش هنرور شجاعی پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی استاد حوزه و دانشگاه از برلین دعوت کردیم تا پیرامون این خبر تحلیل داشته باشد. آقای هنرور با سلام و عرض ادب و تشکر از شما. بفرمایید که دلیل استفاده از مجازات اعدام توسط حکومت‌های تمامیت خواه چیه و آیا گزارش‌های نظیر گزارش سازمان عفو میلن ملل میتونه در بهبود فضای حقوق بشری نسبت به تغییر رفتار این گونه حکومت‌ها مؤثر باشه؟ بفرمایید. با عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنون. ببینید، استفاده حکومت های تمامیت ها از مجازات های خشن به ویژه اعدام برای اینه که در واقع هم یک قدرت نمایی بکنن و تسلط خودشون رو نشون بدن و هم که این باور سنتی رو دارن که ایجاد ترس و ارعاب در میان مردم، حالا چه در جرائم معمولی و کیفری و چه در جرائم سیاسی، موجب ترک اون جرائم میشه. در حالی که در به طور خاص در مجازات های جرائم سیاسی و مدنی و مواردی که مبارزاتی هست و به اصطلاح انگیزه شرافتمندانه وجود داره و نه سوء نیت مجرمانه، که قطعا بررسی ها و آمارها نشون میده که همچین کار کردی رو ضرورتا نداره، ولو به حال بده یک مقدار موجب یک پیشگیری و یک درجه فرقتی در حرکت های اجتماعی سیاه کنید. در جرائم کیفری هم اینطور نیست، یعنی اگر به اصطلاح قانونگذاران این کشورها نگاه بکنند به اینکه اون اثری رو که توقع دارند که از یک مجازاتی مانند اعدام بگیرند که ترک اون جرم باشه، نه، این اثر محقق نمیشه و بررسی های آماری زیادی این مطلب رو نشون میده. در این حال که بیتحصیل نیست، این گزارش های بین المللی با توجه به اینکه اعدام امروزه مجازاتی است که در کشورهای متمدن و پیشرفته کنار گذاشته شده و کسی حق سلب حیات از دیگری رو به هیچ عنوان و به هیچ بهانه‌ای نداره و چون این مجوزی وجود نداره، و اینکه فی المجموع حرکت جهان و روح زمانه بر علیه مجازات اعدام هست و این جزء موارد نقض حقوق بشر محسوب میشه، طبیعتاً گزارش‌های بین‌المللی و فشارهای بین‌المللی و شفافیت در مورد این آمارها و اینکه آمارها به گوش جهانیان برسه قطعاً تأثیر خودش رو میگذاره و هر حکومتی ناچار میشه به خاطر مذاکراتی که با کشورهای غربی دیگر داره و همیشه یکی از پیش شرط‌ها رعایت موازین حقوق بشر هست، تا حدی از این موضع کوتاه بیاد. بله آیه هنرور، با توجه به اینکه برخی از این کشورها اسلامی هستند، به نظر شما چه توجیهی نسبت به رفتارهای خود دارن و آیا تصور نمی‌کنن که این گونه مجازات‌ها در بدبین شدن مردم به اصل دین تأثیر گذار بشه؟ ببینید، قوانین کیفری اسلام، حالا حدود هست، مثلا قصاص هست، فرض کنید اون مواردی که وجود داره در اسلام که در مورد حدود هست، که حدود که در اصل غیبت اصولا محل اشکال اجراش، به خصوص اگر موجب بدبینی باشه، و کلا هم الان راه به اصطلاح قانون و راه خیلی از حرام ها جدا شده، یعنی یک امر حرام لزوما یک جرم قانونی نیست و یک جرم قانونی لزوما یک امر حرام نیست. بنابراین همپوشانی کاملی بین حیطه های دین و شرع از این نظر وجود نداره. علاوه بر مشکل مسئله غیبت که اجرای قوانین کیفری در اسلام رو چهار مشکل میکنه و طبیعتا موقعی که این احکام مستند بخواد باشه به یک پشتوانه شرعی که اونها رو مشروع بکنه، طبیعتا اجرای این احکام موجب بدبینی مردم خواهد شد. بله، با تشکر از آرش هنرور شجاعی پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی، استاد حوزه و دانشگاه که از برلین دعوت ما را پذیرفتند و پیرامون این خبر تحلیل خود را ارائه دادند.